سلام به همه عزیزان لذت داستانی. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنبال دار میخونم. امشب میخوام قسمت 11 از داستان زیبای ملک بهمن نامدار رو برای شما بخونم. داستان رو توی قسمت قبل تا اونجایی براتون خوندم که خورشید بانو به حرم نزد زرین ملک میاد. ملک شهبال برادر زرین ملک تا خورشید بانو رو میبینه یک دل نه صد دل عاشق اون میشه. اما خورشید بانو کنیزی از کنیزان ملک بهمن هست. پس ملک بهمن این اجازه رو به اونها میده تا با همدیگه ازدواج کنند. اما حالا باید به دنبال همای پری بره تا اون رو از چنگ تهمتن دیو نجات بده. با این توضیحات بریم که با هم ادامه این داستان زیبا رو بشنویم. باب 12. اما روزی ملک بهمن در بارگاه نشسته بود. دید عقابی از روی فلک سرازیر شد. چرخی خورده به صورت اصلی خود شد. شاهزاده نگاه کرد، بدره جادو را دید که در مقابل پادشاه تعظیم کرد و عرض کرد: قربانت کردم. تدارک سفر شاهزاده ملک بهمن را درست کردم. پس بزم آراستند که یاران داخل شدند. ملک شهبال تعظیم کرد و همگی ایشان قرار گرفتند. ملک بهمن گفت: شاهزاده، باز فلک میانه من و شما را جدایی انداخت. باید مرخص بفرمایید. دست به گردن ملک شهبال انداخت و صورت هم را بوسیدند. ملک شهبال گفت: شاهزاده، انشاءالله به سلامتی و خرمی خواهید برگشت. پس ملک بهمن دست خورشید بانو را گرفت و به دست ملک شهبال داد. با دیده گریان دست زرین ملک را هم به دست ملک شهبال داد. گفت: جان شما و جان ملکه، نگذارید او قصه بخورد. تا اینکه صبح صادق از افق طلوع نمود. ملک بهمن نامدار از خواب برخاست، به حمام رفت و سر و کله را صفا داده بیرون آمد. زرین ملک با دیده گریان لباس رزم شاهزاده را حاضر کرد. شاهزاده غرق در اسلحه جنگ شد. در این وقت بدره جادو وارد شد و گفت: شاهزاده، بسم الله، برویم. شاهزاده هم دست بانو را بوسید و به طرف بارگاه روانه شد. در برابر ملک اقبال شاه تعظیم کرد، عرض کرد: قربانت گردم، مرخص بفرمایید همراه بدره بروم. ملک اقبال شاه گفت: فرزند، خدا همراه تو باشد. شاهزاده وزیر و امیران را وداع کرده بیرون آمد. موی متراق را در آتش گذاشت. در دم متراق حاضر شد، عرض کرد: قربانت گردم، چه خدمت بود که بنده را احضار فرمودید. شاهزاده فرمود: میخواهم با دایه خاتون بروم به خلاصی ملکه، تو را هم برای همین احضار کردم. پس بدره به صورت عقابی شد. شاهزاده هم برگردن متراق سوار شد و بر فلک بلند شدند. مدت 3 شبانه روز رفتند. روز 4 در چمنزار خوش آب و هوایی رسیدند. بدره به زیر آمد. پس شاهزاده چند مرغ را با تیر زده آتش افروختند. کبابی درست کرده و میل کردند. بعد از آنکه سیر شدند بدره گفت: شاهزاده، به برج طاووس رسیدیم. برخیز برویم تا به تو دستورالعمل بدهم. ملک بهمن از جا برخاست، با بدره جادو روانه شدند. بدره شاهزاده را برداشت، بالای کوهی برد. گفت: این قلعه که از دور نمایان است، خندقی دارد 10 زر عرض دارد. از این کوه که پایین رفتی، هرچه نزدیکتر می روی، کم کم آتش از آن خندق زبانه می کشد. اگر بخواهی برگردی دیگر نمی توانی. باید حکمن بروی و از آن خندق آتش جستن کنی. آن طرف خندق طاووس بسیاری راه می رود. بالای دروازه طاووسی نشسته است و خال سیاهی در سینه دارد. توتی سرخ کوچکی بالای سر آن طاووس نشسته است. اگر آن خال سیاه را با تیر زدی و آن توتی از بالای دروازه افتاد، جان به در خواهی برد. و اگر تیرت خطا کند، اگر 1000 جان داشته باشی، یکی را به در نخواهی برد. ما را هم به کشتن خواهی داد. بیا و از سر این کار بگذر، داغت را بر دل زرین ملک مگذار. شاهزاده خندید و گفت: مادر جان، هرچه هست باشد، از کشته شدن بالاتر چیزی نیست. شما عجب فرمایشی می فرمایید.
اگر 100 سال زیر سنگ باشم، از آن بهتر که زیر ننگ باشم. دنیا 2 روز است. من میروم تا ببینم خدا چه میخواهد. خلاصه، بدر هرچه نصیحت کرد، فایده ای نکرد. شاهزاده گفت، شما تا 10 روز اینجا توقف کنید. اگر آمدم چه بهتر. اگر نیامدم، بروید به شهر بلور، خبر مرا به اقبال شاه بدهید و دعای مرا به زرین ملک برسانید. پس بسم الله گفته از کوه سرازیر شد و رو به جانب قلعه روان شد. چون 10 قدم پیش آمد، دید به قدر 1 وجب آتش از خندق بلند شد. هرچه پیشتر می رفت آتش بلندتر می شد. واهمه گرفت. با خود گفت، نامرد، این چه حرف است؟ برگرد که خواهی سوخت. پس پشت سر را نگاه کرد. دید تا چشم کار می کند، آب دریا موج می زند. با خود گفت، سبحان الله، این چه بلایی است؟ جلو آتش، عقب آب. هرچه باد آباد، خود را به خدا سپردم. بنا کرد برفتن. هی آتش زیادتر می شد. ملک بهمن هرچه به آتش نزدیکتر می شد، حرارت آتش کمتر می شد. دل به لطف خدا بسته قدم پیش نهاد تا به کنار خندق رسید. نشست، قدری خستگی راه گرفت. پس برخاست و نعره کشید. مردان عالم مدد. از خندق جستن کرد. خود را در آن طرف خندق گرفت. نظر کرد، طاووس بسیاری دید. در بالای دروازه طاووس بزرگی دید به قدر 1 ژنده پیل که چتر زده بود. توتی سرخی هم بر سرش نشسته، خال سیاهی بر سینه‌اش بود. سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت، خدایا به امید تو، خود را بر این دریای آتش زدم، نجات هم دادی. حالا هم از لطف تو امیدوارم که مرا خار نکنی. ای آن که زبان بی زبانان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، ور خانمت از سینه سوزان شنوی، ور دم نزنم زبان لالان دانی. پروردگارا، غمناکم و از کوی تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار خرم نروم. از درگه همچون توی هرگز نومید، چون هیچ کسی نرفت من هم نروم. این دا گفت، تیر بر چله کمان گذاشت و خدا را یاد کرد. خال سینه توتی را به نظر در آورد و تیر را رها کرد. تیر همه جا آمد، بر سینه توتی خورده از پشتش به در رفت. شاهزاده به چابکی تیر دیگر بر سینه طاووس زد که هر دو بر زمین افتادند. طاووسان چنان فریاد زدند گویا قیامت برپا شده. آتش خندق شعله کشید. صداهای عجیب و غریب بلند شد. اما شاهزاده از اثر صدا بیهوش شد. وقتی به هوش آمد، خود را در بیابانی دید که حرارت آفتاب سنگ را می گدازد. اثری از خندق و قلعه نیست. ملک بهمن در آن شدت گرما در آن بیابان گرسنه و تشنه قدم می زد و می رفت. تا غروب آفتاب به پای کوهی رسید. درخت و چشمه آبی دید. قدری از آن آب چشمه خورد. شب رو در پای آن درخت به سر برد. روز از جای خود برخاست و به جانب قله آن کوه روان شد. دید که صدای ناله جانسوزی می آید. یکی به درگاه خدا می نالد و می گوید، ای ملک بهمن بی مروت، تا کی به سر وقت من نمی آیی؟ من که مردم. ملک بهمن درست گوش کرد. با خود گفت، یعنی چه؟ دل غافل، کیست و مرا از کجا می شناسد؟ از جا برخاست و به اثر صدا روان شد. دید غار بزرگی است و صومعه عابدی است. یکی را به گیسوان آویختند و 2 نفر غلام سیاه او را تازیانه می‌زنند. نگاه کرد، زرین ملک را دید. آه از نهادش برآمد، گفت، ای حرامزاده‌ها، شما را چه حد آن که یار مرا تازیانه بزنید؟ یکی از آن 2 غلام دوید به جانب شاهزاده که، ای بنی آدم بی وجود، به تو چه دخلی دارد که در کار ماها فضولی میکنی؟ که ملک بهمن نامدار دست بر قبضه شمشیر آبدار سحر گشانه موده، چونان بر دوال کمرش زد که 2 نیمه شد. همین که آن سیاه دیگر برادر خود را کشته دید، نعره کشید که ای حرامزاده، باش که سزایت را در کنارت بگذارم. که شاهزاده چونان با شمشیر بر بغلش زد که از بالای شانش جستن کرد. پس به جانب صومعه روان شد. دید که زرین ملک را به گیسو آویختند و می گوید، ای شاهزاده،
قربان دست و بازویت بروم. بیا و مرا نجات بده که میمیرم. شاهزاده خواست داخل شود. صدایی از عقب سر شنید. کسی میگفت: ای جوان، داخل مشو که کشته میشوی. به حرف این گیسو بریده مرو، او را با تیر بزن. ملک بهمن پا را به عقب گذاشت. زرین ملک دوباره فریادش بلند شد. گفت: بارک الله، آفرین بر تو. عجب عاشقی هستی که معشوقت را از بند نجات نمی دهی. پس چه شد آن همه محبت ها و عاشقی ها که با من داشتی؟ آتش در دل شاهزاده افتاد. رفت که داخل صومعه بشود که باز همان صدا بلند شد که: ای جوان بیعقل، به کجا می روی؟ چرا حرف نمی شنوی؟ بزن این حرامزاده را با تیر و جان عالمی را خلاص کن. این زرین ملک نیست، سلسله جادو مادر تهمتن دیو است. شاهزاده با خود گفت: خوب است او را امتحان کنم و احوالی بپرسم. پس گفت: ای نازنین، چند وقت است که اینجا گرفتار هستی؟ گفت: 40 روز. شاهزاده با خود گفت: خود من 3 روز است از زرین ملک جدا شدم. پس گفت: ملکه، چند وقت است که مرا ندیده ای؟ گفت: 2 سال. پس شاهزاده با خود گفت: حکم من این جادوست. با خود در فکر بود و دلش هم نمی آمد او را بزند. با زرین ملک گفت: شاهزاده، چرا فکر می کنی؟ از روزی که پدر مرا از چنگ قهار جادو خلاص کردی دیگر شما را ندیدم. شاهزاده یقین کرد که آن جادوست. پس تیری به چله کمان نهاد و شست از تیر برداشت. آن تیر وزش کنان آمده بر سینه آن حرامزاده نشست. از مهره پشتش به در رفت که صداهای عجیب و غریب و رعد و برق بلند شد. شاهزاده بیهوش شد. وقتی به هوش آمد خود را در پای برج طاووس دید. نه آتشی بود نه طاووس. دست به در قلعه گذاشت و بسم الله گفت. در قلعه باز شد. شاهزاده داخل شد. دهلیز تاریکی دید. قدم در دهلیز گذاشت که افریتی سر راه بر شاهزاده گرفت و گفت: کیستی که سر خود داخل قلعه شدی؟ از صاحب قلعه ترس نداری؟ الان تو را میگیرم و برای آقایم میبرم تا تو را کباب کند، مزه شرابش کند و دیگر کسی سر خود جایی پا نگذارد. این را گفت و دار شمشیر حواله سر شاهزاده نمود. ملک بهمن نامدار شمشیر بر کمرش زد و دو نیمش کرد. پس دهلیز ناپدید شد. شاهزاده نظر کرد در اندرون قلعه. دید که حجره بسیاری دوران قلعه است و عمارتی در میان قلعه ساختند. شاهزاده به جانب آن عمارت روان شد. دید تختی زدند. دختری چون خورشید بهشتی در بالای تخت نشسته است و افریت قوی هیکلی که شاخ قلاج قلاج از سرش به در رفته در بالای تخت خوابیده. آن نازنین گریه می کند و آن افریت را باد می زند. ملک بهمن پیش آمد و گفت: ای دختر، کیستی و چرا گریه می کنی؟ دختر گفت: ای جوان، من دختر پادشاه حیدر آباد هندوستانم. نام من فخر عالم است. اسم پدرم مهراب شاه. روزی در قصر نشسته بودم. این دیو مرا ربود و به این مکان آورد. حال مدت 1 سال است که اینجا هستم. این دیو به بوسه و کنار من قانع است. برادر دیگری دارد که او را زرین چنگ دیو می گویند. یک روز او به شکار می رود. یک روز این. مادری دارد که او را سلسله جادو می گویند. به قدر چند نفر شاهزاده از پسر و دختر آورده در این قلعه در بند کردند. حالا تو بگو از برای چه مطلب آمدی؟ شاهزاده تمام حکایت خود را گفت. بعد شمشیر سحر گشا را کشید و بر دوال کمران افرید زد که 2 پاره شد. رد و برق شد. دختر گفت: جوان، چرا این دیو را کشتی؟ اگر 100 جان داشته باشی یکی را از دست برادرش به در نخواهی برد. شاهزاده گفت: خواهر قصه مخور، او را هم می کشم. در این گفتگو بودند که زرین چنگ دیو از روی هوا تنور زنان سرازیر شد. همین که برادر خود را کشته دید دوید و نعره کشید که ای بنی آدم حرامزاده، تو کیستی که داغ برادر بر دل من گذاشتی؟ ملک بهمن گفت: قصه نخور، حالا تو را هم به او می رسانم.
پس شمشیر را کشید و زد بر روی کتفش که از زیر بغلش زبانه کشید. فخر عالم دست شاهزاده را بوسید، گفت: ای شاهزاده، قربان دست و بازویت شوم که مرا از چنگ این حرامزاده ها نجات دادی. در این حرف بودند که بدره جادو و متراق رسیدند. فخر عالم ایشان را به اتاقی برد. چاهی در میان اتاق بود. گفت: ملک هما در اینجا محبوس است. باقی شاهزاده ها در جای دیگر محبوسند. ملک بهمن چاه عمیقی را دید که در دل سنگ بریدند و از ته چاه صدای ضعیفی می آید. تاب بر ملک بهمن نماند. کمند بر کمر بسته پایین رفت. دید هما را به چهار میخ بستند. او را نجات داد. خود به بند خانه رفت. دید به قدر 50 دختر یکی از یکی بهتر در بندند. همه را نجات داد و در اتاق دیگر را گشود. دو جوان دید، یکی 18 ساله و یکی 32 ساله، هر دو چون رستم دستان و سام نریمان. شاهزاده پرسید: شما کیستید؟ آن جوان که 32 سال داشت گفت: بدان که نام من ملک هوشنگ است، پسر پادشاه شهر خزرا هستم. مرا شباب جادو در شکارگاه رو بود آورد اینجا، به دست سلسله جادو مادر تهمتن سپرد. اکنون مدت 5 سال است در بند هستم. ملک بهمن گفت: الحمدلله پدرت سالم است، من به خدمتش رسیدم. پس حکایت را تمام نقل کرد. بعد با آن جوان دیگر گفت: تو بگو بدانم کیستی. گفت: بدان که من ملک سهراب، پسر ملک فریدون شاه ختایی هستم. ملک بهمن چون اسم برادر را شنید، او را چون جان شیرین در بر کشید، نعره زد و بیهوش شد. همای پری او را به هوش آورد. ملک بهمن برادر را در بر کشید، صورتش را بوسید و گفت: اینجا چگونه گرفتار شدی؟ پدر در چه کار است؟ ملک سهراب گفت: بعد از اینکه شما در شکارگاه غایب شدید، خبر برای پدرم آوردند. هرچه گشتند اثری از شما ظاهر نشد. ما همه به عزاداری مشغول شدیم. یک سال پیش از این من روزی به شکار رفتم. دستی از روی هوا ظاهر شد و مرا ربود و به این مکان آورد. به من گفت: من سلسله جادو هستم و عاشق تو. کام مرا حاصل کن. من او را فحش می دادم. او روزی 100 چوب به من می زد و مرا در بند داشت. تا اینکه به حمد الله تعالی قدم شما اینجا رسید و مرا نجات دادید. ملک بهمن صورت ملک سهراب را بوسید، اما چشم ملک سهراب که بر جمال فخر عالم افتاد عاشق شد. فخر عالم هم عاشق ملک سهراب شد. همای پری مطلب را به عرض شاهزاده رساند. ملک بهمن فرمود: انشاءالله وقتی به شهر خودها رفتیم ایشان را عروسی میکنیم. هر دو خوشحال شدند. پس برخواسته در قلعه به گردش تر آمدند. در حجره ها را گشودند. مملو از جواهرات 7 رنگ بود. همینطور در قلعه گردش می کردند تا رسیدند به در حجره‌ای. صدای ناله حزینی به گوش ملک بهمن رسید. در را گشود و داخل شد. دید دختری را از گیسو آویختند چون ماه تابان. شاهزاده او را نجات داد. پرسید: کیستی؟ گفت: نام من شهرآشوب است. دختر نعمان شاه سمرقندی هستم. زرین چنگ دیو عاشق من شد و مرا اینجا آورد. ملک بهمن او را به ملک هوشنگ بخشید. قدری راه رفتند، دور تا دور قلعه را گردش کردند تا شب بر سر دست آمد. روز دیگر در سر زدن آفتاب، بدره جادو با 1000 نر دیو و ملک شهبال از روی هوا رسیدند. بدره گفت: شاهزاده، 1000 نر دیو حاضر است. ملک بهمن گفت: 100 نفر را بگو که این دختران بنی آدم را ببرند به شهرهای خودشان برسانند. 900 نفر دیگر این مال را با اسباب ببرند در شهر بلور به دست ملک اقبال شاه برسانند. بدره تعظیم کرد و افریتان را فرستاد پی کار خود که کامل وزیر با متراق دیو رسیدند. تعظیم کردند و پای ملک بهمن و هما را بوسیدند. شاهزاده فرمود: وزیر، حالا که دیدی ملک سلامت هست و خاطر جمع شدی، برو به شهر خودتان. من ملکه را میبرم به شهر بلور. بعد از چند روز دیگر خواهم آمد. مژده خلاصی او را به امیران بده. وزیر تعظیم کرد و رفت.
بعد بدر تعظیم کرد، عرض کرد تخت حاضر است. شاهزاده آفرین بر او کرد، از جای برخاست. با ملک شهبال و ملک سهراب و ملک هوشنگ و همای پری و فخر عالم و شهرآشوب بر تخت نشستند. افریتان تخت را بر هوا بلند کردند. بعد از 3 شبانه روز به 1 فرسنگی شهر بلور رسیدند. بدره خبر به ملک اقبال شاه رساند. پادشاه با امیران به استقبال آمدند. اما این خبر در حرم به گوش زرین ملک رسید. فرمود باغ و عمارت را زینت کردند و مجلس را آراستند. همای پری با فخر عالم و شهرآشوب هر 3 داخل باغ شدند. زرین ملک تعظیم کرد، هما را در بر کشید، صورت یکدیگر را بوسیدند. هما خورشید بانو را هم بوسید. زرین ملک هم فخر عالم و شهرآشوب را بوسید. هر دو را محبت زیاد نمود و تا 1 هفته به ایش و نوش به سر بردند. بعد از 1 هفته ملک هوشنگ به عرض ملک بهمن رساند که دیگر ماندن من حسنی ندارد. مرخص بفرمایید بروم که پدر و مادرم در انتظار من هستند. ملک بهمن گفت من هم باید بیایم خدمت ملک خزرا برسم. پس برخاست، در مقابل شاه تعظیم کرد. شاه فرمود فرزند چه مطلب داری؟ عرض کرد قربانت گردم، ملک هوشنگ می‌خواهد خدمت پدرش ملک خزرا برود. اگر مرخص بفرمایید بنده هم بروم او را به پدرش بسپارم و ملک هما را هم به شهر خودش برسانم، اموراتش را نظم بدهم و بعد از آن به خدمت برسم. پادشاه فرمود مختارید. ملک هوشنگ هم پایی تخت شاه را بوسید، پادشاه هم صورت او را بوسید و از بارگاه بیرون آمدند. افریتان تخت حاضر نمودند. ملک بهمن و ملک هما و ملک هوشنگ و شهرآشوب بر تخت قرار گرفتند. دیوان تخت را برداشته بر هوا بلند شدند. بعد از 3 روز به نزدیکی شهر مجمع البحرین رسیدند. پس سوار مرکبان شدند و روانی شهر گردیدند تا داخل شهر شدند. از کوچه و بازار گذشته وارد بارگاه شدند. همای پری بر تخت قرار گرفت. ملک بهمن نامدار و ملک هوشنگ بر صندلی‌های مرصع نشستند و شهرآشوب را به حرم بردند. پس کامل وزیر به زندان خانه رفت. ناهید پری را دست و گردن بسته به حضور همای آورد. همای پری به کامل وزیر گفت او را به تو بخشیدم، مرخص است. وزیر و ناهید هر دو زمین را بوسیدند. پس هما ناهید را خلعت داد و او را میر مجلس خود قرار داد. تا عصر را در بارگاه نشستند. وقت عصر هما از بارگاه برخاست، دست ملک بهمن را گرفت و با ملک هوشنگ روانی حرم شدند تا 3 روز به عیش و نوش مشغول بودند. روز 4 ملک بهمن و ملک هوشنگ از هما مرخصی گرفتند و شهرآشوب را بر تخت نشاندند. دیوان تخت را برداشتند و مدت 5 شبانه روز می رفتند. روز 6 به 1 فرسنگی شهر خزرا رسیدند. شاهزاده فرمود تخت را بر زمین گذاشتند. ملک بهمن و ملک هوشنگ نامه به ملک خزرا نوشتند و به دست مطراق داده او را روانه خدمت ملک خزرا نمودند. مطراق وقتی رسید که کاروان وزیر و امیران در بارگاه به خدمت ملک خزرا نشسته بودند. مطراق داخل بارگاه شد و در برابر ملک خزرا تعظیم کرد. رنگ از صورت پادشاه و امیران پرید. شاه اشاره به وزیر کرد که بپرس چه کار دارد و کیست و از کجا آمده. وزیر با 1000 ترس و لرز پرسید پهلوان از کجا تشریف آورده اید؟ چه مطلب دارید؟ مطراق گفت از خدمت شاهزادی گیتی ستان ملک بهمن نامدار آمدم، عریضه دارم. پادشاه و امیران همین که اسم ملک بهمن را شنیدند همگی آرام شدند. پادشاه گفت پهلوان در این مدت فرزندم در کجا بود؟ مطراق عرض کرد در برج طاووس رفته بود، حالا آمده است. پس عریضه را داد و از قصد بیرون آمد و روانی خدمت شاهزاده شد. پادشاه کاغذ ملک بهمن را گشود، دید نوشته قربانت شوم. به توفیق خدا رفتم در برج طاووس، زرین چنگ با تهمتن دیو را کشتم. همای پری را با شاهزاده ملک هوشنگ نجات دادم.
اکنون در یک فرسنگی شهر شما هستم و منتظر امر جهان متا می باشم. شاه خیلی خیلی خوشحال شد. پس سوار بر مرکب شد و با تمطراق تمام روانه شدند تا به شاهزاده ها رسیدند. همین که چشم ملک خزرا بر ملک بهمن افتاد، از مرکب پیاده شد و بغل گشود. اول شاهزاده را در بر کشید، روی او را بوسید. ملک بهمن هم دست پادشاه را بوسید. بعد ملک هوشنگ را در آغوش کشید، جبین مردانی فرزندش را بوسید. ملک هوشنگ هم خود را در قدم پدر انداخت، پای پدر را بوسید. پس پادشاه قدم در بارگاه نهاد و بر تخت قرار گرفت. شاهزاده را پهلوی خود نشاند. ملک هوشنگ هم در بالای صندلی مرصع قرار گرفت. ملک بهمن آنچه در این مدت کرده بود به عرض پادشاه رساند. پادشاه و امیران همه بر او آفرین کردند. بعد شاهزاده عرض کرد: قربانت شوم، این فرزند شما که بنده عهد کرده بودم به دست شما بدهم. حال استدعا دارم بنای عروسی شاهزاده را بگذارید که بنده می‌خواهم عروسی او را هم ببینم و از خدمت مرخص شوم. پادشاه گفت: فرزند، هرچه شما بفرمایید اطاعت دارم. به وزیر گفت: تهیه عروسی ببین. وزیر از بارگاه بیرون آمد، حکم کرد شهر را آذین بستند و بساط عیش برپا نمودند. در سر گذرها و محله‌ها چراغانی کردند و سازنده ها نشاندند. مدت 10 شبانه روز بساط عیش برپا بود. شب دهم ملک بهمن ملک هوشنگ را به حمام برد. سر و کله را صفا داده از حمام بیرون آمد. پادشاه یک دست لباس شاهانه و تاج شاهی به جهت او فرستاد. شاهزاده خلعت پادشاه را پوشید و تاج بر سر گذاشت. روانی بارگاه شد. در برابر پدر تعظیم کرد. پادشاه برخاست و روی او را بوسید، بر روی تخت نشانید. وزیران و امیران همگی مبارک باد گفتند و ملک بهمن عصای مرصع در دست گرفته با ملک خزرا به خدمتکاری مشغول بودند. اما از آن طرف بانوی حرم شهرآشوب را به حمام فرستاد. او را مشاطگی نموده 7 قلم آراستند و بر روی تخت نشاندند. 2 ساعت که از شب گذشت، پادشاه و ملک بهمن و ملک هوشنگ را به حرم بردند. پادشاه دست شهرآشوب را گرفته به دست ملک هوشنگ داد. ملک هوشنگ و شهرآشوب آن شب را تا صبح به عیش مشغول بودند و کام دل حاصل نمودند. پس ملک بهمن عرض کرد: قربانت گردم، حالا دیگر ماندن من صورتی ندارد. مرا مرخص بفرمایید بروم که پدر و مادرم چشم به راه هستند. پادشاه فرمود: فرزند، تو جان ما را خریده ای. من تو را از فرزند خود بیشتر می خواهم. می ترسم بروی و دیگر من شما را نبینم. ملک هوشنگ دست شاهزاده را بوسید، گفت: من غلام شما هستم. با این محبت ها که در حق بنده کردید، چطور از دوری شما طاقت بیاورم؟ شاهزاده گفت: در هر صورت من باید بروم و خدمت پدرم برسم. من بعد آمدن من در اینجا آسان است. انشاءالله باز خدمت میرسم. پس برخواسته دست پادشاه را بوسید. پادشاه هم روی او را بوسید و خداحافظی کرد. بعد با امیران و وزیران وداع کرد و مطراق دیو تخت را حاضر کرد. شاهزاده بر تخت نشست. دیوان تخت را برداشته به هوا بلند شدند. روز 5 در بارگاه در برابر همای پری بر زمین نهادند. ملک بهمن داخل بارگاه شد، در برابر هما تعظیم کرد. چشم هما که بر جمال شاهزاده افتاد، برخاست و شاهزاده را پهلوی خود نشاند. شاهزاده تمام حکایت عروسی ملک هوشنگ را از جهت ملک بیان کرد، گفت: کار همه سرانجام گرفت، دیگر نوبت خودم است. انشاءالله فردا باید بروم در شهر بلور و زرین ملک را برداشته برویم در شهر خدا. هما گفت: به این تعجیل؟ شاهزاده گفت: 6 سال است من از شهر خدا بیرون آمدم، هنوز تعجیل است. دیگر بیش از این تاب مفارقت پدر ندارم. هما عرض کرد: به هرچه حکم کنی در وجود من حکمی. پس دست ملک بهمن را گرفت و به باغ رفتند. آن شب را تا صبح عیش کردند. روز دیگر ملک بهمن از خواب برخاست و به حمام رفت و از خستگی راه بیرون آمد.
چند جامی به رسم صبوحی زدند و به بارگاه آمدند. هر کس در جای خود قرار گرفت. همای پری یک دست خلعت مرصع به وزیر داد و گفت: در این مدت 2 سال است که مملکت مرا نگاه داشتی. هیچ کسی از تو شکایت نکرده. از من بهتر با آنها رفتار کردی. باز به جای من بنشین و مملکت مرا نگاه بدار که من همراه شاهزاده به خطا می روم. هر وقت مطلق را عقب شما فرستادم بیا. وزیر عرض کرد: اطاعت می کنم. پس هما فرمود: بگو افریتان تخت بیاورند. وزیر عرض کرد: تدارکی لازم ندارید؟ شاهزاده فرمود: حالا خیر، هرچه بخواهی مطراق را می فرستیم، شما بیاورید. وزیر امر کرد تخت را حاضر کردند. بعد عرض کرد: تخت حاضر است. هما از جا برخاست و سفارش زیادی به امیران کرد. با ملک بهمن از بارگاه بیرون آمدند، بر تخت نشستند و ناهید پری هم با 10 کنیز خاص بر تختی قرار گرفت. دیوان تختها را برداشته روانه شهر بلور شدند. می رفتند تا به نزدیکی شهر بلور رسیدند. ملک بهمن به دیوان گفت: ما را در بالای قصر زری ملک بگذارید که بی خبر برویم ببینیم ملکه در چه کار است. هما گفت: بد نیست. پس دیوان تختها را بر بام قصر زری ملک بر زمین گذاشتند. شاهزاده و همای پری به زیر آمدند و افریتان را مرخص کردند. هما به مطراق گفت: تو همینجا باش. از پله ها سرازیر شدند و پشت در تالار ایستادند و از روزنه پرده نگاه کردند. چشم ملک بهمن بر زرین ملک افتاد که چون قرص آفتاب بر روی تخت نشسته است. خورشید بانو و فخر عالم پهلویش نشسته بودند. ملکه جام شرابی در دست داشت. می گفت: یاران، از شاهزاده خبری نشد. نمیدانم خدای نکرده اتفاقی افتاده است یا اینکه شاهزاده از من سیر شده است. خدا کند بلایی بر سرش نیامده باشد. فراموشی من نقلی ندارد. خورشید بانو گفت: ملکه، شما چرا اینقدر قصه میخورید؟ انشاءالله هر جا هست به زودی خواهد آمد. ملکه گفت: باید امروز خبری از شاهزاده برسد، زیرا که امروز یک فرحی در خود مشاهده می نمایم. به گوشم نالی وصل از در و دیوار می آید. دلم هم می تپد. البته امشب یار می آید. عزیزان لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشید. فراموش نکنید نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. روز و روزگار بر شما خوش.